دیدار و گفتگوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با نخست وزیر چل ماگن بوندویک در مرکز انستیتو نوبل نروژ، اسلو، 24 فوریه 2014. روز دوشنبه 5 اسفند خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقای شل ماگن بوندویک نخست وزیر نروژ در سالهای 1997 تا 2005 دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که در مرکز انستیتو نوبل در اسلو صورت گرفت، آقایان گیر لوندستاد رئیس انستیتوی نوبل در نروژ، گیر هارده نخست وزیر ایسلند در سالهای 2006 تا 2009 و پاتریک کندی حضور داشتند. خانم رجوی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و بالا گرفتن موج اعدام‌های وحشیانه برای ارعاب جامعه پس از روی کار آمدن آخوند روحانی، جنایت بزرگ علیه بشریت در حمله حکومت دست نشانده مالکی به اشرف و گروگانگیری و اعدام جمعی 52 مجاهد بی سلاح که همگی افراد حفاظت شده بودند، حملات موشکی به لیبرتی، همدستی خامنه‌ای با دیکتاتورهای سوریه و عراق در کشتار مردم و تلاش‌های رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی را تشریح و تأکید کرد، فاشیسم دینی حاکم بر ایران امروز به کانون بنیادگرایی و تروریسم و جنگ‌افروزی و تهدید اصلی صلح در منطقه و جهان تبدیل شده است. خانم رجوی برخواست‌های مبرم مقاومت ایران برای اقدامات فوری جامعه جهانی به منظور توقف اعدام‌ها در ایران و تأمین امنیت و سلامت مجاهدان اشرفی در زندان لیبرتی و آزادی گروگان‌ها تأکید کرد. در این ملاقات آقایان بوندویک، گیر لوندستاد، گیر هارده و پاتریک کندی گسترش اعدام‌ها در ایران و تشدید مداخلات جنایتکارانه حکومت آخوندها در منطقه و توطئه‌ها و جنایات این رژیم علیه پناهندگان و افراد حفاظت شده در اشرف و لیبرتی را محکوم و بر لزوم پایان یافتن این وضعیت و تغییر در ایران توسط مردم و مقاومت ایران تأکید کردند.